سوال، سوال ما ای است که شما اهل کدام وطن، اهل کدام کشور هستین؟ من اهل امریکا. اهل کدام کشور هستین؟ من اهل چین هستم، ایرانی هستم. چه فرق میکنه برادر من؟ من اهل سوال ما شما میکنم، اکثر مردم جمهوری اسلامی ایران میگن که مثلا بله، حالا من اهل چین باشم، اهل هر جای عالم باشم، برادر من فرق نمیکنه. شما اینا مطالب را که بیان میکنم اینا حقه، این کسی که حرفی را میزنه دلیلی را که میاره، برادر من ای کو امریکایی باشه یا ایرانی باشه، عرب باشه، عجم باشه، هر قومی باشه، حرفش اگر درسته از روی دلیل خدا پیغمبر فرمودن در کتاب ها وارد شده که اون حرف حقه، حرف صحیح را ولو عرب باشه، از قریش باشه، از مکه باشه، اگر حرف باطل دروغ دیگه باطل دروغه دیگه. شما خدا به شما اینقدر عقل داده، اینقدر فهم داده، خواهش میکنم برادر عزیز من، نور چشمان من، خودتان به نافهمی نزنید، خودتان به نافهمی و نادانی نزنید که من از کجا هستم. من از هر جایی که باشم برادر چه فرق میکنم؟ این کتاب شما هست، این عمر ابن خطابه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم به او امر میکنه که برو مکه، این ماموریت توست مکه، میگه من نمیرم. خب این از عمر، از حکم رسول خدا صلی الله علیه و سلم با در مقابل چشمی پیغمبر سرباز میزنه، خب این کفره. بفرمایید علی آقا، حالا سوال ما را خواهشان شما جواب میدن یا نه؟ شما بلد هستن گوش بدهن دوست عزیز، سوال ما را. سوال ما این است که اکثر مردم ایران، جمهوری اسلامی ایران، نظام اسلامی ایران میگه که مسلمان ها باید وحدت داشته باشد. شما به نظر من یک انسانی هستن که مسلمان ها را از هم میپاشانه، نمیفهم شما عیسایی هستن یا یهود هستن. ببینید مردم ایران میگه که وحدت داشته باشن، رهبر اولا مردم ایران حرف نمیزنه دیگه. شما این دیگه حرف خیلی پیش پا افتاده هست دیگه، من اصلا نیاز نیست جواب بدم. وحدت ما هم میگه وحدت باید باشه، برادر من وحدت کدام وحدت؟ ببینید شما میگه خدا را باید عبادت کرد، خدا را چگونه باید عبادت کرد؟ اونطوری که خدا و پیغمبر گفته عبادت کرد یا از پیش خود یک چیز درست بکنیم؟ ما میگیم که مثلا به فقرا باید رسید، به ایتام باید رسید، اونطوری که خدا و پیغمبر گفته باید رسید، از پیش خود یک چیز دیگر را نو درست بکنیم، بدعت بیاریم؟ برادر عزیز، هر چیزی را که ما میگیم به نام دین انجام میدیم، ببینیم که خدا و پیغمبر چگونه فرموده. همون طوری که درباره روزه گرفتن اسلام احکام داره، درباره نماز خواندن اسلام احکام داره، درباره عبادت کردن اسلام احکام داره، روزتان چگونه باشه، نکاحتان، طلاقتان، همه امور، وحدت چگونه باشه، درباره اون اسلام حکم داره. اگر بگید حکم نداره اسلام، اون وقت تهمت به اسلام زدید، اسلام را ناقص خواندید. اگر اسلام درباره وحدت کردن و چگونه مسلمان ها متحد باشه حکمی دارد، باید سراغ او برید، نه اینکه فلان سیاست مدار چی گفته، فلان شخص چی گفته، فلان حزب چی گفته، اینا که به درد نمیخورد. خدا و پیغمبر قرآن کریم نحوه وحدت را چگونه بیان فرمودن؟ برادر این مهمه، حرف مرا متوجه میشین؟ حرف مرا گوش میکنین، میفهمین یا نه؟ خدا و پیغمبر چه فرمودن درباره وحدت؟ وحدت چگونه باشد؟ وحدت که خدا و پیغمبر گفتن این نیست که شما جاهل بمانید، از دین بیخبر بمانید، اطلاع از دین نداشته باشید، درباره تاریخ اسلام، تاریخ پیغمبر، به پیغمبر چه کسی خدمت کرد، چه کسی خیانت کرد، وصیت پیغمبر چیه، وصی پیغمبر چه کسیه، جانشین پیغمبر چه کسیه، چه کسی از جانشین پیغمبر پیروی کرد، چه کسی جانشین پیغمبر را بر روی خود شمشیر کشید، با او جنگ کرد، اینها را ندانید. رسول خدا صلی الله علیه و سلم از ما جهل نخواسته، رسول خدا صلی الله علیه و سلم از ما علم و آگاهی خواسته. رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون وحدتی را که بیان فرموده، بلکه خدا در قرآن بیان فرمود واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، به حبل خدا چنگ بزنید، به حبل خدا اعتصام بجویید، ولا تفرقوا فرقه فرقه. این حبل خدا چی کسیه؟ حالا از کتاب خودش ما نشان میدم، این حبل خدا امیر المؤمنین صلوات الله علیه. ببینید همونطوری که نماز بخوام خدا را عبادت بکنیم، خب باید طبق فرموده خدا عبادت بکنیم، وحدت هم که میکنیم طبق فرموده خدا وحدت بکنیم، نه وحدتی که اساسش جهل باشه، بی خبر از دین، بی خبر از تاریخ اسلام، بی خبر از اون وحدتی که خدا و پیغمبر خواستن، نه، وحدتی را که خدا و پیغمبر گفته زیر سایه ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. بله،